سلام به همه دوستان عزیز خوش اومدین به یه برنامه دیگه علم شیرین تورا مثل هر دوشنبه از 6 تا 7 اینجا با همدیگه هستیم و امشب به امید خدا مثل که گفتیم صحبت میکنیم راجع به قوانین شب لیل سدر هفته پیش قوانین پسخ ها گفتیم و امروز به امید خدا قوانین خود شب لیل رو با جزئیات دیگه به ازاد کسی که سوالی داشته باشه میتونه بپرسه مهم. میتونه بپرسه طریق فیسبوک یهودیان ایرانی و فیسبوک و اینستاگرام خودم رابی پارتو به انگلیسی و به امید خدا جوابش میدیم پس بیاین شروع کنیم پس اول از همه اینا دوست عزیز از آمریکا که هفته پیش سوال آمریکایی پرسید از زمون <تصفح> خشه. پس امروز جوابشو میدیم سوالش بود چجوری میشه پخت و پز کرد چجوری میشه پخت و پز کرد بیرون از اسرائیل میدونیم که دو روز خگ میگیرن دو روز خگ میگیرن و چجوری میشه یعنی خگ در میاد پنجشنبه چهارشنبه شب و جمعه پس کسی که میخواد واسه جمعه قضا بپزه واسه شبت میخواد قضا بپزه چجوری میشه پخت و پز کرد پس میدونیم هر دفعه که خگ در میاد جمعه و بعدش بعدش شبته پس یه چیزی هست به اسم اروف تفشیلین اروف تفشیلین یعنی از قبل از خگ از قبل از موعد من یه غذای آماده میکنم حاضر میکنم الان توی جزئیاتش میریم و این حساب میشه که من غذا رو از قبل از خگ شروع کردم چون می که میدونیم که خگ آماده نمیکنه واسه شبت چیزی و شبت هم واسه خگ چیزی آماده نمیکنه هر دوتایشون تایشون روزای مقدس که اسور از یکی به دیگری چیزی آماده کرد پخت و پز یا هر چیز دیگه ای ظرف شستن نمیدونم اه... تخت خواب و جمع و جور کردن پس چیکار میکنیم قبل از خگ این اروف رو میذاریم یعنی الان صحبت دارم میکنم به کسای دوستانی که بیرون از اسرائیل هستند که خگ اونا در میاد پنج شنبه و جمعه تو اسرائیل فقط پنجشنبه است یعنی چهارشنبه شب و پنجشنبه روز پنجشنبه شب دیگه افداله میکنیم خلا چور شروع میشه ولی بیرون از اسرائیل آمریکا ایران اسفهان همه... همه جا پس خگ چهارشنبه شب شروع میشه پنجشنبه پنجشنبه شب جمعه و جمعه شب که مطعه خگ در میاد دیگه شبته هیچ فرصتی نیست بین خگ و شبت بنابراین <coughs> کسی که میخواد آماده کنه حاضر کنه غذا از خگ واسه شبت نمیخواد از چهارشنبه غذا بپزه واسه شبت غذا که نمیشه دیگه میخواد از خگ تو خگ بپزه میدونیم که توی خگ پختن مجازه به شرط اینکه آتیش رو رد میکنی از آتیشی که وجود داشت قبل از قبل از خرق. آتیش تازه به وجود آورد توی خگ از سوره ولی آتیشی اگه بود روشن بود از قبل از خگ از چهارشنبه پس مجاز ردش کرد مجازه ردش کرد از آتیش به آتیش یه شم ورمیدارم از آتیشی از شمه که روشنه رد میکنم اون وقت گازر اجاق گازی رو روشن میکنم باهاش هیچ اشکالی نیست البته فقط باید بگیم اجاق گازی باید موازه باشه آدم که برقی نباشه یه اجاق گازی هایی هست امروزا که وقتی که دگمه رو میزنی به چرخونی پس برق داره که خودش خودش یه جرقه میزنه اون وقت گازر رو روشن میکنه همچین اجاق گازی باید اون قسمت برقیه از درورد است برق اون وقت کار نمیکنه این جرقه نمیزنه اون وقت میتونی با یک کبریت با یه شم رد کنی از آتیشی که داری از شمی که داری شم 48 ساعته که روشن کردی 72 ساعته داریم و اون وقت گازه رو روشن میکنی ولی این موضوع اشکال آماده کردن از خق به شبچ چجوری حلش میکنیم خخمیم اومدن و گفتن که میشه آدم قبل از خگ قبل از موعد یعنی چهارشنبه یه دیس ورمیداره یه بشقاب یه چیزی و توش یه تیکه غذای پخته و نه سه شنبه شب دیکت خمته چهارشنبه شب خگه پس چهارشنبه قبل از غروب چهارشنبه قبل از غروب فرقی نداره آدم صبح میتونه بکنه مجبور نیست قبل از دق... دقیقه آخر قبل از غروب باشه از شب چهارشنبه آدم میتونه دیگه آماده کنه این ایروب میگیره یه بشقاب توش یه غذای پخته یه تیکه گوش یه تیکه مرغ که ولی باید غذای پخته باشه که با نون میخورنش نه یه چیزی که مثلا آدم با نون نمیخوره معمولا پس گوشت مرغ این چیزا خوبن 26 گرم از این غذای پخته باشه و یه تیکه نون نون که اینم میگه پخته اونم میگه پخته چه کلمه هست بین پخ... پختن نون و پختن مثلا مر بر هست یه کلمه دیگه هست به فارسی واسه بکینگ ان... نه همونه اوکی فردا بله اگنگ مح یه سابر. سابر کنین اگن محله اوکی okay, پس به هر صورت باید پختن یه دو تا نوع پختن داریم یه پختن غذایی که با مایعات پخته شده مرغ گوش این چیزا که به دیگ میپزیم و یه نوع پختن هست به عبری دو تا کلمه مختلفه و یه نوع پختن که مال نونه نون کیک آه؟ بیک آره بیک درست بیک اه... پس میبایستی دوتا دو تا نوع پختن باشه یکی مال نون که توی تنور, تنور میپزنش و یکی غذای پختن پختنی که توی دیگ میپزن با مایعات اینا مایعات یا سرخ کرده فرقی نداره پس این دوتا رو یکی از مرغه بگیم تیکه مرغ تیکه گوشت 26 گرم میذاره و از نونه 50 گرم میذاره و این این دوتا رو توی بشقا میذاره و میگه براخا میگه بروخ حتا هشم الوکن و ملخ آلم و به مطبوتا و و ال مطبوت اروف امین بعدا بعد از اینکه که رو گفت یه نسخه هست یه چیزی هست که میگه میگه بعدن اروفا یعنی ترجمه بکنم یعنی با این اروف مجاز میشه واسه ما هر نوع پختنی که میخوایم بکنیم و هر و شم روشن کردن و هر چیزی که لازم داریم بکنیم توی خگ مجاز میشه واسمون این نسخه را آدم میگه و اون وقت مجاز میشه واسش که توی خگ بپزه واسه شبت کدش ولی یه شرط هست شرطش هست که روز اول خگ مجاز نیست باید نزدیک شبت باشه یعنی پنجشنبه هنوز نمیشه پخت واسه شبت فقط جمعه که خگ دومه اون وقت میشه پخت واسه شبت اینم اینم درسته واسه خگ روز خگ دوم یه الان چک میکنم اه اه. نه خگ دوم در نمیاد جمعه بیرون از اسرائیل در میاد چهارشنبه و پنجشنبه پس اون اشکالی نیست پس فقط خگ اول روز خگ اول پسخ اینو میبایستی کرد جمعه این اروف تبشیلینه میشه آدم بپزه ولی موازه باشه اروف تبشیلینه رو نخوره اروفه میبایستی باشه که بتونیم بپزیم این اروفه نشونیه که چی که پخت و پزمونو از قبل از موعد آماده حاضر کردیم شروع کردیم واسه شابت و ف... الان فقط داریم ادامه میدیم و اون وقت آدم میتونه شم شبتم هم روشن کنه توی خگ میتونه ظرفا رو بشوره توی خگ و مثلا تخت خواب و جمع و جور کنه همه این چیزا مجاز میشه کسی که لازم نیست چیزی به پزه واسه شابت میگه می من درد سر نمیخوام توی خگ میخوام خگ احساس کنم حالا تو آشپس خونه وایسم و بپزم و این چیزا نمیخوام من همه چیز آماده میکنم پخت و پز نداره کاری نداره بکنه فقط واسه چی لازم داره لازم داره شم شبت رو روشن کنه توی خگ و ظرف شستن نمیدونم جمع جور کرد اینا پس این شخص اروف میکنه ولی بدون براخا براخا نمیگه چرا؟ چون که مهمترین چیز اروف اینه پخت و پزش و چون که این شخص پخت و پز لازم نداره پس براخا نمیگه ولی اروور میذاره چون که لازم داره چیزای مختلف آماده کنه از خگ به شبد شمای شبد رو که نمیشه توی شبد روشن کرد باید قبل از غروب باید توی خگ روشن کرد پس اروور رو یه خورده لازم داره یا ظرف شستن چیزایی که آماده میکنه بنابراین بنابراین اروف میکنه ولی بدون براخم این چیزایی که مهمه بدونیم راجب اروف تابشیلین کسی که میخواد بپزه از پنج از جمعه واسه شبت اوکی؟ بیرون از اسرائیل که دو روز خاگه اونجا پس این چیزها رو باید دونست که ولی دوباره تکرار میکنم اروفه میبایستی باشه یعنی آدم ظرف خاگ اروور نخوره اگه اروور بخوره مورد اشکاله که دیگه اروف نداره پس چی کجا بنابراین آدم موازه باشه اروور بذاره یه جایی که مثلا بچه ها دسترسی ندارن یا اینکه بهشون بگه این اروفه تا شبت کسی دست نمیزنه بهش اون وقت توی شبت میشه خوردش دیگه فرقی نداره کی توی شبت بخوریش شب سودا شلشید بعضی ها رسمشون سودا بخورنش ولی طبق علاقه فرقی نداره هر وقت بخوری سودا شلشید اروف رو هیچ اشکالی نیست فقط تا شبت برسه که برسه سالم <تصفح> تا شبت آره تو خرق نخورتش اگه اگه آدم میتونه جمعه صبح هر چی زودتر پخت و پزشو بکنه واسه شبت بهتره که اونقدر شکل بی احترامی نباشه واسه خگ که مثلا آدم آه دارم الان میپزم واسه شابت تو خگ دیگه مهم نیست محل خگ نه صبح بپز که یه خود می نماد که واسه خگم داری میپزی که اگه مهمونی بیاد یا چیزی بیاد پس اینا بیشتر قضا داری واسه اینکه بپزی واسه بهش بدی اه. اوکی اینو گفتیم تو بشخواب بهتر که خانم خونم باشه وقتی که شوهره چون که معمولا خانم خونه است که پخت و پزا میکنه پس اونم بهتره که باشه وقتی که شوهره براخای اروو میگه یا مان یه چیز دیگه اگه میشه تیکه نونه گفتیم باید پنجاه گرام باشه اگه تیکه نونه میشه کامل باشه بهتره که میتوه رو به صورت محترم و همون غذا هم باید یه بهتره یعنی معمولا تخم مرغ میذاشتن چرا چون که خراب نمیشه ولی امروزا یخچال داریم هیچ چیزی خراب نمیشه پس بهتر یه غذای محترم یه تیکه گوشت که 26 گرامه 30 گرامه اونو بذاری و اینطوری به،, به صورت بهترین میتوه رو انجام بدیم اوکی پس این از لحاظ سوال آمریکایی که هفته پیش دوست عزیز از LA پرسید و امروز به امید خدا ادامه میدیم حالا راجب شب لیلا سده پس بیاین شروع کنیم اول از همه شب شب پسخ یعنی چهارشنبه چهارشنبه آدم بره بخوابه نه فقط خودش به خانومشم بچه هاش برن بخوابن این شبه شب خیلی مقدسه نوشته شده, نوشته شده که دعای ارویت شب پسخ بالاترین درجه بالاترین بالاترین دعایی که هست درجه ها آسمون ها واز میشن این شبه شب خیلی مخصوصی آدم از دستش نده بعدا میاد و مخصوصا بعد از همه زحمت های تمیزکاری که آدم سی روز از پوریم شروع شد با ماسکه که روش بود به شروع کرد تمیزکاری پسخ رو بکنه این سی آدم تمیز میکنه 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 با رو خشم اسرائیل ولی چی میرسه شب لیلا سدر و دخلش در میاد همه دیگه همه بادش در میاد دیگه قوت نداره یه, یه خورده میرسه به شلخن اورخ یه خورده قضا میخوره یه خورده سیر میشه کجاست رف 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 آسمون دیگه اینجا نیست حیفشه شب همچین, شب مقدسی انقدر زحمت کشیدی واسش اینقدر وقت اینقدر همه چیز و اون وقت آخرش به دست نیاریش حیفه بنابراین برین بخوابین شب لیل صدر یه،, یه ساعت دو ساعت روز چهارشنبه آدم زور نمیدونم وقت،, وقت پیدا کنه بره یه خود استراحت کنه سرشو بذاره استراحت کنه بره بخوابه که قوت داشته باشه واسه شبه مخصوصا بچه ها نوشته شده که رابیاکی و پسرای یشیوا رو هیچ وقت نمیگفت بهشون از درس تورا بس کنین درس تورا تورا درس خوندن نوشته شده ایملو بریتی اومان و لیلا خوکو چمین و ارتس لو سمتی یعنی تورا دنیا روی درس خوندن تورا را وایساده به خطای این خداوند کرده که کره زمین نصفش روز نصفش شبه وقتی که اینا خوابن اینا تو را درس میخونن وقتی که اینا خوابن اونا تو را درس میخونن همه وقت یه جای دنیا تو، یه کسی باشه تو را درس میخونه که دنیا سرجاش بمونه وگرنه اگه یه ثانیه باشه که تو همه کره زمین تو را در... کسی درس نخونه دور از جون دنیا خراب میشه بنابراین رابیاکی و هیچ وقت به پسرها به شاگردهای یشیوه نمیگفت باشین بس دیگه درس خوندن نه درس بخونین چرا نه خوبه فقط دو دفعه در سال بهشون میگفت بس کنین درس بخونین که یکی شب پسخ بهشون میگفت برین بخوابین یا خورده کمتر درس بخونین برین استراحت کنین چرا که قوت داشته باشین با شب دومین دفعه شب کیپور شب کیپور میدونیم روز کیپور نهم دهم ماه تیشریه روز قبلش شب کیپور نهم ماه تیشری تو تورا نوشته شده میتسوس که نهم ماه تیشری آدم غذا بخوره خدا میگه تنیت میگیره روز قبلش خوب غذا بخور بهت میتسوه میدم که این روزه غذا بخوری هر چقدر غذا بخوری امروز میتسوه داری بنابراین رابی اکیوا بهشون میگفت کمتر درس بخونین برین غذا در... برین... بخورین برین غذا بخورین که قوت داشته باشین واسه تعنیت روز کیپور دو دفعه ده سال بنابراین آدم بره بخوابه این روزه روز شب پسخ بره بخوابه که قوت داشته باشه و این میتسوه شب لیل سدر میتسوه خیلی مهمیه میتسوهت اصه میتسوه انجام دادن که گفتیم هفته بعد به امید خدا برنامه رو مخصوص این میکنیم مخصوص این میتسوه میتسوه وهیگد تل وینخه که آدم به بچه هاش مخصوصا بچه که کوچکتر از سن سینزه سالگی هن دختر ها از سن دوازده سالگی بهشون رد کنه داستان های ایمان داستان که ایمان بیارن به خداوند ده فرمان ده تا ضربه که توی مز در دریایی که خداوند شکافت و همه سبتا رفتن دوازده تا جاده خداوند کرد و نه از این طرف دریا به اون طرف اماشون به به همون طرف برگشتن یا خورده شمالتر ولی به همون طرف مثل یوترن کردن همه این داستان رو که مصریه میومد از همون لیوان یهودیه می نمیذاشت میخواست آب بنوشه خون در می اومد واسش یهودیه نمیذاشت آب در می اومد واسش خدا نشون داد که مسلط به همه دنیا همچین چیزی نیست طبیعت همه چیز خداوند مسلط بهش حتی مایعات حتی... حتی باد هوا همه چیز حتی تا حتی... ضربه آخره حتی اون چه که نطفه کدوم کدوم اول زاده و کدوم نه اونم خداوند مسلط و تشخیص میده و میدونه پس این داستانا رو این شب است که وقتشه که آدم به بچه ها ایمان ایمانشون رو کنه که بچه ها ایمان بیارن و اون وقت بزرگ بشن این ایمان تو هاشون تو استخوناشون باشه به خاطر این شلخنا روخ میگه که این شبه شب لیل حتی اگه آدم همه هاگده رو تاون کرد دیگه تاون کرد صفون بره خلل نیرسا خد گد یا خد میاده شیر شیری ما شیر همه شعرا رو گفت همه چیزا نیشمد کل خای همه چیزا گفت از او تموم کرد اینا هاگدای کو اینا هاگدای رو تموم کرد از جلد از جلد به جلد همین تموم کرد <تصفح> 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 میگه شولخان روخ رو یوسف کارو میگه آدم نره بخوابه چرا تنها جایی که شولخان روخ نوشته نره بخوابه آدم شب شاوو شب عید گل شب هوشانا رابا رسمه که نمیریم بخوابیم به خاطر دلایل مختلف رسممونه که نمیریم بخوابیم ولی حلاخا نیست برو فتا ادونای الوهنو ملخ هم شهر کل نیست ولی اینجا حالا خاص شولخانه روخ خمیل میشه نره بخوابه نه خواب تا اون که پیجامه بپوشه نه الا ادامه بده شولخانه روخ میگه ادامه بده سیمان کسی که میخواد ببینه تف پی الف سایف بد ادامه بده داستانای اسمس در اومدن قوانین پسخ همه چیزایی که رب داره به این موضوع تا اینکه که اد چه تختفه نوشه نه. تا اینکه خوابش ببره و خوابت باید اوکی حالا برو تو تخت خواب بخواب دراز بکش ولی خوابت نمیاره همچین چیزی نیست خب من رفتم بخوابم دیگه دیره نه بشین داستانه پسخ و بگو داستانه خیلی تو هگده میخونیم که رابی اکی و رابی الیزه رابی اوشوا نشسته بودن تو ابن نمیدونم اگه ابن براک امروزه ابن جدید شهر جدید شهر اون موقع نبود و در صورت نشسته بودن و داشتن داستان های پیسه خو میگفتن <applause> تا کی تا اینکه صبح شد اصلا متوجه نشدن تا اینکه صبح شد و شاگردا اومدن و گفتن رابوتن و ایگی از من کرچمش وقت شما اسرائیل صبح رسید یعنی تا بعد از طلوع خورشید انقدر داشتن انقدر چیز هست گفت انقدر کتاب نوشته شده یه کتاب وعده داره یه کتابی که داستان داره چیزایی که دل آدم رو میکشه چیزای شیرین و بخون آماده کن خودتو به امید خدا ما کمکتون میکنیم هفته بعد لیند یه چند تا داستان و چیزای خوشکل که بگیم ولی یه ساعت چیه یه ساعت آدم باید بیشتر خودشو آماده کنه ولی به هر صورت این خاص. که فقط این شب است یه سیل 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 چی میگن بتونم بگم فروش آه یه فروش فروش حراج حراج آره مرسی حراج بهتر حراج چیه که این شب هر کلمه تورای داستان های مست داستانهای ده فرمان، قوانین پسخ، هر کلمه ای که بگی از این چیزها پس دو تا به دست میاری یکی میتوه تورا درس خوندن که همه سال داریمش نوشته شده هر کلمه تورایی که آدم میگه مساوی اجرش به اجر همه فرمانای تورا و خل خفتسیم با. حتی فرمانهای تورا فرمانای تورا مساوی نیستن اجرشون نمیرسه به اون حد اجر تورا درس خوندن یک کلمه تورا اجرش مساوی به انجام دادن به اجر انجام دادن 613 تا فرمان های البته که فرمان هم باید انجام داد آدم نمیتونه بگه اوکی گفتم برشید حالا موافم از شبت نگه داشتم <تصفح> گفتم برشید بارا پس الان از فیلینم موافم نه البته باید هر, هر کدومشون جای خودش رو داره ولی اجر تو را درس خوندن رو میبینیم چقدر بزرگه پس اولین میتوه که هر کلمه تورای که این شبه بگی اولین میتوه درس خوندن تورا را دومین میتوهی که به دست میاری این میتوهت ویگد تلوین خام که هر دوتایشون میتوهتا انجام دادن از تورا که تو تورا نوشته شده بنابراین آدم خودشو آماده کنه واسه این شبه اوکی اینم راجب این حالا راجب مطسا م مطسا خوردن شب پسخ میتوای از تورا که شب پسخ میخوریم این 26 گرم آدم دقیقا 26 گرم نخوره، چون که لای دندوناش میمونه یه خورده اینا پس یه خورده بیشتر ورداش لارج باش چه انقدر خصیص نباش سی گرم بخور. سی... سی و پنج گرم بخور. ایچی نمیشه. اوکی. یه مطاهای هستن که نرمن. یه مطاهای هستن که سفتن. اون مطاهای که سفتن یه خورده سختره خورده ازشون. ولی لفوم تارا اگرا هر آدم سختتر زحمت میکشه بیشتر. میتوهر انجام بده. اجرش بیشتر. ولی کسی که میخواد این های نرم شده ها. اینا مطاهای نرمن. اینا کاشر،, کاشر فقط یه جای خوب آمادش کردن پختنش که بدونی که جای شکی نداره که توش توش شاید لایش, لایش پخته نباشه دور از جون که هنوز خمیره اون تو جای خوب میشناسی که میدونن بپزن هیچ اشکالی نداره این مطاعه نرم و مطاعه نرما کوچکتر کزایتش به سی گرام. م... مثل کف دسته مطای خوشگاه آدم یه باید بعد یه یک سوم م مطای مربع اصلا یه مطا یه مطا کامل درمیاد سیگرام سی گرم یه مربع کامل و سخته یه وقتای سخته ولی مطای نرم همین مثل کف دست کزایت میخوریش و بر صورت مطع شب لیل سدر مطع خوردن اون مطع اولی که میخوریم خوریم توی کدشور خط کارپاسی خط موطی مطع موطی مطع چیه؟ اون سه تا مطع هایی که توی دیسه هست برمیداره داره سه تا دقیقا نیست دو نیمه اوکی؟ بالایی کامله پایینی کامله وسطی نصفه چون که قبلش توی یا خط نصفش کردیم تیکه بزرگه رو گذاشتیم واسه افیکومن بعضی ها رسمشون قایمش میکنن بچه ها دنبالش میگردن و اون وقت کسی که پیدا کرد افیکومنی که بابا قایم کرد پس یک کادو میگیره از بابا به به <applause> اینم یه صورت دیگه است که اینطوری میکشیم بچه ها که بیدار بمونن آدم صابخونه یه همیشه پلوش نوشیرنی باشه بازی یا چیزای اینطوری اسبابازی هایی که مکته نیستن توی شبت توی خلق پس که اینطوری بچه ها رو بکشه که سوال بپرسن جواب بدن بیدار بمونن کسی که سوال بپرسه بهش یه یه نبات میدم یا یا یه چیز دیگه حیف دندوناس انقدر نبات به جون بدی پس کسی که سوال بپرسه بهش یه نبات میدم و کسی که نبات رو نگه داره بعد از خگ بعد از شبت میشموریم چند تا نبات داره و هر چقدر در بیاد به بهش اونقدر پول میدم اونقدر شکل میدم چندتا تا ده تا نبات داره ده شکل بگیره ده دلار بهت میدم یا این چیزا یه جوری آدم هر کسی بستگی داره چند تا بچه و چرا جیبش بزرگه و, و سن بچه هاش البته بعضی توی زمان گماران نوشته شده بهشون پسته و کشمش و این چیزا میداد حالا امروز چه بچه پسته و کشمش بیدارش نگه میداره نمیدونم ولی امروز دیگه عادت دارن چی؟ سطحشون رفته بالا دیگه سپویل شدن کشمش چیه بابا ب... بهم یه... دو چرخه برقی بده <تص> این چیزا چیزا <تص> برصورت اینطوری آدم بچه ها رو بکشه که بیدار بمونن جز از این که رفتن به گفتیم شب پسخ به خوابن خود شبه بیدارشون نگه داره که اینطوری با کادو با این با نوشیونی با چیزای اینطوری که به ذاتشم همه این شبه رو داستانا رو بشنون و بیدار باشن نه فقط چشماشون باز باشه بیدار باشن تمرکزشون باشه و اوکی به امید خدا پس افیکومن گفتیم توی یخت قس... دو قسمت میکنیم مطای وسطیه رو دو قسمت میکنیم قسمت بزرگی رو قایم میکنیم واسه افیکومن که آخر شب میخوریم آخر سدر قسمت کوچیکی رو میذاریم اینجا چرا چرا دو تا چرا سه تا ماتا داریم اصلا یکی کامل یکی نصفه یکی کامل دلیل این هست چون که پسخ نوشته شده لخم اونی نون فقیری وقتی که اسمس در پس نون فقیر وقت نداشتن قضا وقت نداشتن خمیرشون وقت نداشت پف کنه و برن بیرون خوب، تندی عجله کنن تندی عجله کنن چرا نوشته شده که قوم اسرائیل وارد شدن 49 تا دروازه نجاست توی مصر ده سال اونجا بودن و هر چقدر سعی کردن خودشونو نگه دارن ولی نجاستی و جادوگری و چیزای زنایی که بود توی مصر اثر دارن روی هر کسی هر کسی از محیطش اثر داره همچین چیزی نیست آدم بگه من فلزم من هیچی رو اثر نداره نه بدون ضربه آخری خداوند ضربه بخورد نوشته شده خداوند چرا فرشته ها رو نفرستاد که ضربه بزنن خودش رفت انی ولو ملخ انی ولو صرف چرا خودش رفت چون که گفت اگه فرشته بره توی نجاست مس فرشته حتی فرشته از بین میره یعنی خراب میشه خراب میشه نجس میشه اینقدر از درجهش میفته و بوده بودن همچین چیزای فرشته هایی که از درجهشون افتادن پایین و شروع کردن گناه کنن بنابراین خدا گفت فقط من ولی قوم اسرائیل دویست و ده سال اونجا بودن نه یه لحظه نه یه شب دویست و ده سعی کردن خودشونو نگه دارن که نیفتن نیفتن و میدراش میگه به خاطر این قبول کردن رو خودشون که اول از همه اسماشون رو عوض نمیکنن شروع نکردن صدا کنن همدیگه رو نمیدونم اسمای مصری اسمای مصری آه، محمد احمد یوسف نه همش اسمای یهودی شموئل میخائل رئوون یهودا اسمایی که مقدس اسمای یهودی دوم از همه زبونشونو رو عوض نکردن یعنی زبون چیه؟ یعنی حرف زدنشونو رو شروع نکردن مصری حرف بزنن ولی تو محیط مصر نه ولی ابری لشونا کدش حرف میزدن عوض نکردن که شروع کنن آدم جایی که هست معمولا میخواد با دیگران میدونین سخنرانی کنه اجتماعی باشه سر کار باید زبون اون مملکت رو بدونی نه یهودی ها نخواستن اجتماعی بشن با مصریا ها برن تو محیطشون که اونا قبولشون نه ما تو خودمون بستیم که چی؟ که رو خودمون و روی بچه هامون نگه داریم که از, دی... از نجاست مصری هیچی صدمه نبینیم روی خودمون نگه داریم بنابراین اینطوری وقتی که زبون کسای دیگه رو نمیدونیم مملکتی که توشی پس مثل یه آدم قریبه ای تو اون کشوره مثل توریستی نه نه سیتیزن نمیشی بنابراین ادامه دادن لشان و کودش این دومین دو چیزیه که قبول کردن سومین سو چیزی که قبول کردن رو خودشون که لباساشون رو عوض نکنن لباسای یهودی نمیدونم چه لباسایی میپوشیدن اون موقع ولی لباس با رو لباسا... عوض نکردن به مد مصریا مصریا نمیدونم چی میپوشن دامه از نقاشیایی که روی دیوارها هست یه دامن یه زیر پرنه یه نمیدونم <applause> <لخد. تصفيق> چی لخت هرچی نه لباس یهودی مون نه چی جی جینس می پوشن. نه لباس یهودی نگه داشتن پش. و اینطوری رو خودشون سعی کردن به هر صورت البته اثر داشت محیط سخت بود ولی رو خودشون نگه داشتن مقدس زنا نکردن هیچ مردی با زن دیگه ای حرف نمیزن همه روی خودشون نگه داشتن اشتباه شما ما دویست ده سال دویست و ده سال ولی به هر صورت هرچی باشه محیط اثر داشت و رفتن یواش 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 آلوده شدن رفتن توی چلو تا دروازه نجاست اگه یه لحظه دیگه میموندن توی مصر توی دروازه پنجمین میرفتن و از اونجا دیگه نمیشه در... نمیتونستن در بیان بنابراین خدا خدا عجلشون کرد تندی تندی از در بیان ولی آرده خمیره پف نکرد چی؟ نه وقت نیست وقت نیست یلا 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 هری 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 نو تایم نو تایم تایم از منی کم اوت کم اوت بیان میرون دیگه وقت نیست بنابراین رفتن بیرون که دروازه ولی یه چیز جالب اورا خیم کدوش را خیم بن اتر میگه قبل از اینکه ما شیخ بیاد در آینده یعنی امیدواریم که الان دیگه قبل از اینکه ما شیخ بیاد قوم اسرائیل وارد میشن توی دروازه پنجمین نجاست که چیه اون دروازه اون دروازه کفره و ازش در میان چجوری اون... قوم اسرائیل که تو مصر بودن اگه میرفتن توی دروازه پنجمین نمیتونستن در بیان پس ما بهتر از اوناییم میگه آراخه خیمه داشت فرقی که هست که اونا قدرت تورا نداشتن اونا قبل از قبول کردن تورا بودن قبل از کوه سینای بودن ما بعد از ما تورا داریم با قوت تورا با درس خوندن تو از دروازه پنجمین نجاست در میاییم با قوت تورا را ببینین چقدر مهمه که آدم تورا را درس میخونه آدم قوت میگیره آدم اه... نه, نه, علم میخوام بگم دانش اوکی یه دانه. یه عقل دیگه به دست میاره با درس خوندن تورا را تو پس این به هر صورت راجع به این موضوع افیکومن پس گفتیم یا خط افیکومن یکی نصف پس نون فقیری بود نون فقیری نونشون پف نکرد وقت نکرد تندی خوب بود در بیان بنابراین پس نون فقیر نون کامل نداره فقیر هر چی پیدا میکنه چی پیدا میکنه یه تیک نون هر چی یه نصف نون یه سهمی بنابراین ما نصف نون میذاریم یا خط و وسطی داس نصف واس قسمت کوچیکه میذاریم واسه وسط توی دیسه بین دو تا مطلع. قسمت بزرگی رو قایم میکنیم واسه افیکومن حکمت <تصفح> اوکی یه حکمت دیگه به دست میار. مرسی دوستان عزیز اینجا کمکم میکنم خیلی خوشحالم که کمکم میکنین متشکرم و اوکی پس گفتیم ولی پس چرا مطای بالای کامل مطای دومی پایینی کامله چون که تو خاگ و تو شبت هم میدونیم یه چیزی هست که اسمش هست لخمیشنه یعنی دو تا نون دو تا نون کامل به یاد بوده من وقتی که قوم اسرائیل توی مصر بودن هر روز خداوند هر شب خداوند واسهشون من می آورد من یه نون مخصوصیه که اه... صبح پا می شدن می رفتن می دیدن جلوی شون من نون آماده است جمع می کردن و می خوردن خدا گفت هر روز جمع کنین هر چقدر که لازم دارین واسه اون روز مقدار آدمایی که توی خونه هست اوکی روز جمعه خداوند بهشون گفت امروز دو برابر وردارین چرا؟ واسه امروز جمعه و واسه فردا واسه شبت چون که شبت روز مقدسه من نمیاد توی شبت من نمیاد دو برابر بنابراین ما توی شبت دو تا نون روی دو تا نون برخوا میگیم هر روز یه, بر... یه نون اما تیل روز شبت دو تا نون هر وقت غذای روی دو تا نون برخوا میگیم بنابراین توی نه فقط شبت خاگم همینطور בנאמרין תוה פסח, מי בויסתי דתא נוני דושת בושי. ראו נוני וסתיה, מצאי וסתיה, נס וס, נס ונמישה, דתאי סם נמישה. פס בנאמרין ימצאי כאמל בעלה, ימצאי כאמל פאין, בשאין, וחתאין סתא מצות מזרים. פס תוה מוציא, גופתים המוציא, ברוחי המוציאו, מי סתא דונים מצא ארו מגירה, و برخوام میگه بروخش می که منخواالم هم مطیلخم می اینها اون وقت مزع پایینیه رو که کامله میذاره بیفته مینداازش و میندازه چیه رو میز و او <تصفح> وقت باید فکر کرد که و فقط مع بالای کامله و مزع نسوییرو رو توی دستش نگه میداره داره و اون وقت م برخواه ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. כאין שב מצווה דאסטוריה אסחוטבן, טוטורן נבישת שודיה, כמצה בוחרים. סי גרם, בסושיש גרם, מצה אמשה מצווה אסתורה ואנאבר אין יהיה ברכה מחסוס דוריה על אכילת מצה. המי ארוזא דיגיה פסח, באחתיקו אדם מצה מחורה, אין ברכה נמי میتزوه نیست فقط براخه عادی نون میگی اموطسی لخم این ولی براخای الاخیلت فقط فرمانیه که شب پسخ دستور هست بنابراین آدم میتزوه آدم باید با فکر با منظور انجامشون بده این یه چیزی که توی دوره ما یه خورده کمه کمبودش هست آدم عادت دارن به انجام دادن با دستشون با پاشون برم بکنم ولی ب... فکرمون یه خورده اومده پایین با همه این مدیا و سوشل مدیا و واتساپ و همینا آدم همه چیز رو اتوماتیک میکنه و فکر نمیکنه یه خورده باید فکر کنی منظور یه کوانا ببند به این میتوهی به این کاری که انجام میدی پس آدم به فکرش باشه که مطعی که دارم میخورم میتوهی از تو را دارم انجام میدم بنابراین چون که مطسخ خوردن شب پسخ یه از تورا آدم می این مطسعه رو بدون هیچی بخوره که مزه مطسع رو بکنه بچشه مثلا آدم میخواد حلق روش بماله نه مطسع خالص سی گرام 26 و شیش گرام بدونه میخواد یه توی سوپ بزنه توی یه چایی بزنه نه نه هیچی فقط ماتسا کسی که مسنه یا دندوناش یه خود اشکال داره یا اینا پس میتونه یه خود خیسش کنه ماتسا رو مخصوصا اون ماتسا که سفتن خیسش کنه بزنتش توی یه چایی یه سوپی یه خود خیس بشه ولی زیاده از حد نظارتش اون تو ولی نه توی دیگی که روی روی گازه اون دیگه که روی آتیشه نه بعد سوپی چایی که لیوانی که توی سر میزه یه خورده خیسش کنه که خوب پخته نباشه اگه توی دیگه بذارتش که روی گازه پس ماتسه داره میپزه پس دیگه ماتسه حساب نمیشه ولی این ظرفی که روی میزه چایی یا سوپی کاسه سوپی که عبرده سر میز اون دیگه حرارتش کمتره یه خورده خیسش بکنه ولی بهتره فقط آدمی که محسنه نمیتونه پس اوکی ولی آدمی که میتونه بدون هیچی فقط مطرح را بخوره این راجع به این میتوه یه چیز دیگه یه نکته دیگه که خیلی مهمه میگن که چون که از تو راست که این مطرح را خورد شبلیل صدر پس آدم باید لخطخیلا مطای که آماده شده مخصوصا واسه این میتوه بخوره یعنی چی؟ میدونیم دو تا نوع مطا داریم بله اینجا یه سوال داریم اوکی okay. okay, هیچ اشکالی نیست برنامه برنامه رو میشه به صورت تکراری دید میمونن برنامه ها تو فیسبوک تو اینستاگرام میشه بعدن دید نیمه اول برنامه اوکی okay, پس دو تا نوع ماتا داریم یه ماتا گرد داریم و یه ماتا مربع فرقشون چیه؟ ماتا مربعه با دستگاه با ماشین حاضرش میکنن یه دگمه میزنن کسی که دیده توی کارخونه های خیلی جالبه خیلی جالبه ظرف حدودا سه دقیقه چهار دقیقه مثلا از آرد از نمیدونم از نه آرد فکر نکن از خمیر از خمیر ظرف سه دقیقه چهار دقیقه دیگه بسته بنده به جبه همین آدم وای چه سرعتی کردنش اشتبخش ما بروخشم پس این مطه های دستگاهی که هستن آدم دوگمه رو میزنه اومخ شروع میکنه خودش چاپ میکنه اوپ 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 چک تک 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 آمده میکنه بله سوال دیگه For cups of wine can we drink grape juice بله میشه چارت لیوان شراب که لیلا سدر میشه با میتس انویم گریپ جوس یعنی مجبور نیست شراب باشه آب انگور فقط درست بفهمیم منظورم چیه آب انگور یعنی دو تا یه شراب داریم و یه آب انگور آب انگور دقیقا کلمه دقیق نیست ولی اه اه آره چی نوشته ولی اینم به انگلیسی روش نوشته چی نوشته اینجا نشون بدم باتری رو آره اینا این این باتری است اینا نوشته اینجا ولی این ادورتایزمنت باید به این پول بدم اوکی <laughs> okay. پس این آب انگوره یعنی شراب نیست ولی آب, آب انگور ولی نه آب انگور مثلا میدونین مثل کوکاکولا سپرایت اینا که یعنی آره به صورت میشه آب انگوری که خالصه که حقیقیه که از شراب که فقط توش ما آب خیلی مخلوط کردن ولی باید باید اقلا دو سوم واسه ما دو سوم شراب باشه تو آدم به اگه کشورت خوبی داشته باشه پس اوکی میشه روش بر پرگفن گفت و میشه و یه وقتایی هم بهتر از شرابه چرا چرا از چلاهازی شراب بهتره البته ولی چرا از چلاهازی آب انگور بهتره چون که یه وقتایی آدم شراب میخوره و اون وقت دیگه سرش گیج میشه و نمیتونه بقیه صده رو انجام بده خوابش میگیره آره یا مست میشه پس به خاطر این آب انگور بهتره ولی اگه کسی میدونه که نه عادت دارم آب انگور شراب بخورم چیزیم نمیشه پس اوکی شراب بهتره طبقه آخر شراب بهتر چقدر باید خورد هر لیوانی 81 میلی به عضو به عضو اوکی okay, به اوز بیرون از اسرائیل بعضی موقع بهتون میگم الان خیلی سوال آمریکایی امریکایی هست امروزا اوکی <laughs> okay. در میاد دو دو هفته دو سه دو هفته سه اوز دو اوکی اوکی پس 81 یک میلی لیت دو دو هفته سه دو بیشتر دو هفته سه نیست دو هفته دو سه هشتادو پس دو هفته دو بگیم دو هفته دو پوینت رو چجور میگن؟ ممایز ممایز هفتا دو سه دو ممایز هفتا اوکی. اوکی؟ پس برگردیم یه لحظه برگردیم به این سوال عزیزی که بود سوال دوست عزیز حالا برگردیم به مطعه داشتم میگفتم مطعه مربع متایان که با دستگاه آمادش کردم <تص> پس نمیشه روی هر مطسع گفت که واسه یه مطسع شبه باشه چون که فقط یه دفعه دگمه رو میزنه و بعدا همه مطسع از خودشون از کارخونه از دستگاه حاضر میشن بنابراین واسه شبه لسدر بهتر آدم مطسع از این مطسع گرد گرد بخره این مطسع گرد ها با دستگاه آمادهشون نکردن با دست حاضرشون کردن و هر مطسعی גופתן לשם מצת מצווה, וושה מצאי מצווה, וושה מצאי שבל אל הסדר. פס אינו לכתחילה אדם וושה שבל אל הסדר. נא וושה באריה מצא וושה אין מצאה כמכורים כתוי מוציא מצעס. יהיה כזית יהיה ביסוש יש גרם ונג'ו מכורים יה כתוי כורך ויה כתוי אפיקומן. בזי אוהסתן כלהחמיר מקונן יחודי ותוי מוציא מצא דותה כזית. כסי כס מצאי که روی دیس هست میخوره پس دوتا تا میخوره یکی واسه خود مصه میتوه و یکی واسه مصه مصه هموچی لخم این اوکی بعضی هستن بیشتر لخمیر میکنن که تو افیکومن هم دو تا میخورن دو تا کزایت من دو تا سی گرام. چرا؟ چون که من متقابل کربان پسخه پس یکی واسه یه سی گرام مطسع واسه قربانی پسخ بیاد بوده و یکی یه سی گرام دیگه واسه مطسعی که با قربانی پسخ میخوردن پس مثل که گفتیم پس بعضی ها از سه تا کزایت مطسع میخورن بعضی ها از چهار تا بعضی ها از پنج تا کسی که میتونه پنج تا بخوره لخمر کنه و علاق برخه چرا آدم هر چقدر میتونه بیشتر حرف خدا رو به صورت بهتری انجام بده بهتر ولی کسی که نمیتونه سه تا خوبه ولی عادیش چهار تا متصه چهار تا این اوکی کره هم داریم پس پس واسه شب لیل سدر این متصه های رو بخونه اوکی اینم راجب این و او یه چیز دیگه که یادم نره فراموش نکنم شب لیل سدر قبل از کیدوش قبل از کیدوش بعضی کنیسا هستن میگن بعضی ها نمیگن به هر صورت حتی اگه توی کنیسا نمیگن آدم به صورت شخصی تو خونه یا فرقی نداره کجا حلل حلل کامل با براخا بگه این رسمیه که توی ماسخت سفریم نوشته شده و رسم خیلی خوبیه خانومام همینطور این تنها شبیه که حلل میگن اصلا هیچ شب دیگه ای نیست که حلل میگیم و این تنها شبیه که حلل با براخا میگن و تنها دفعه اصلا ظرف سال که زنا حلل با براخا میگن همه سال زنا معافن از حلل روش خودش خگیم معافن مجبور نیستن میتوه انجام دادنه که وقت مخصوصی داره و معافن اگه میخوان بگن اوکی هیچ اشکالی نیست اه... اه... بر صورت چیزایی که باشه اونجا تعلیمه میزموریم تیلمه هیچ گناهی نیست که آدم تیلم بگه ولی براخا نمیتونن بگن چون که معافن ولی این شب لیل این حلل با براخا هم مردا هم خانومها کسی که میره کنیسا و توی کنیسا میگن اوکی بگه ولی یه چیزی براخایی که میگیم روی حلل این شب لیل که آدم براخا میگه روی حلل به فکرش باشه که این براخایه رو که میگم شامل چیه؟ شامل حللی که توی هگدم میگم توی هگدم حلل میگیم ولی چی اونجا با فاصل است دو, دو تا, فصل اینجا دو تا فصل بعدن پس براخا نمیگیم روش پس این براخایی که روی حلل میگی قبل از کیدوش به فکرت باشه که این براخایی روی حلل هگدم هست این یک دو وقتی که خانوم ها بهتره که شب لیل سدر شخیانو رو شم روشن کردن خگ نگن بذارن شخیانو سر کیدوش میشنون از سابخونه یا فرق نداره یا خودشون میگن بر صورت شخیانو کیدوش بگن بشنون و وقتی که آدم شخیانو میگه یا میشنوه از صابخونه בפקרש בושה כי אין שהחיינו פרד רחג ניס מסלבאריה חגימה, אלא אין שהחיינו רחגה, מצווה מצא חורדן, מצווה מרור חורדן, כי אונם מצווה יעשתו לו שבה מרור בוחרים, ורא מצווה כגופתים, מצווה, ויגדת לבנך, מצווה הגדה חונדנה, הם שם, בנבראין אין איכא חנומי سر شم روشن کردن شیخ یانو گفت گفت من من نمیدونم من مادرم مادر بزرگم تا هوا شیخ یانو سر شم روشن میگفت حالا باش دعوا بکنیم نه دعوا نمیکنیم کسی که میپرسه میگیم بهتر سر کیدوش بشنوی بلکن ولی اوکی میخواد پس پس این خانومی که سر شم روشن کردن شیخ یانو گفت میتونه امن بگه روی شیخ که صاحب خونه توی کیدوش میگه معمولا بقیه خاگیما نمیتونه امن بگه چون که اگه امن بگه هفسک میشه بس میکنه بین براخای بروپراگفن و نوشیدن شرابه بنابراین نمیتونه اگه سر شم روشن کردن شیخیانو گفتی الان امن جواب نده توی کیدوش که بتونی از شرابه بخوری یا یعنی اینکه اگه امن گفتی پس از شرابه نخور اشکالی نیست از شراب نخورد اه. ولی تو پسخ حتی اگه سر شم روشن کردن یانو گفت میتونه امن جواب بده روی یانو کیدوش و حفسک بس کردن حساب نمیشه چرا؟ چون که این یانوی که سر کیدوش میگیم فقط روی خاک نیست روی مطم هست روی مرور هم هست و روی هگده گفتن هم هست بنابراین حفسک حساب نمیشه پس میتونه ولی بله دوباره تکرار میکنم بهترین اینه که شخیانو سرشم روشن کردن نگن و توی کیدوش بشنون یه چیز دیگه مم. واو یه چیز خیلی چیز وقت منم دیگه تو یه چیز دیگه اه... برگردیم به متص. م گفتیم که میخورن مطی م م میتو از تو مارور مرور داریم مرور آدم اه, 26 گرم مرور ما اه, رسممون اینه که كه... کاهو میخوریم کاهو درست کرف کاهو مرور ما کاهوه و یه خود تلخی داره هیچ اشکالی نیست و توی میشنا نوشته شده که این بهترینه این هشتا چیز هست هشتا اه... چیزهایی که میتونن اه... مارور باشن و کاهو بهترینه اولیشونه درجه نمره یک پس اه... کاهو که آدم ورمی داره این مارور روش براخا میگه و خطرش ملکه نمان خواهر شاکی چنون ال اخیلات مارور اوکی؟ از وقتی اینکه آدم م گفت مطیل خین یا از قبلشه ازراخته که نتیلت یا دهیم کرد آدم امیدوارم اگه وقت کنم راجی به افی با منم بگم چ پس از وقتی که آدم نتیلت یا کرد از رختته دیگه حرف نزنه. تا بعد از کرخ. چرا؟ چون که اول از همه، بین نتیلا و هموچی، آدم بهتر حرف نزنه. بعداً این براخای الاخیلت مطزه و براخای الاخیلت مرور شامل کرخ هم هست. چرا؟ کورخ ما مطزه و مرور با هم دیگه میذاریم و میخوریم. چرا؟ چون که مخلوکت هست یه شک هست اگه باید مطسر رو جدا خورد مرور رو جدا یا با هم دیگه بنابراین ما هر دوتا شنو میکنیم هم مطسر جدا مرور جدا و هم کرخ با هم دیگه میخوریمشون بنابراین براخای مطسر و براخای مرور شامل کرخ هم هست پس بنشون آدم نباید حرف بزنه پس از راختا هر توضیح میخوایی که بدی قبل از رخته گوش کنین بچه ها علام علام. حالا <laughs> داریم میریم توی مرحله پنج تا پنج تا مرحله با هم دیگه رخت موتی مات مرور کرخ همسا همسا زده چشم بعد اوکی همین این توضیح این توضیح مرور انقدر مات انقدر این باید فکر کرد این باید فکر کرد این طور بخوریم این بر میگیم زو حالا حرف نزن تا بعد از کرخ و یادمون نره باید به حسابه آدم باید همیشه اون نمیبینن اینجا اینطوری همیشه تا لیوان <زن> شراب <rule> مچا مارونا مچا کورخ و افیکومان باید آدم همیشه اینا بهتون دارم نشون میدم این ایکزامپل اینطوری یا همیشه یه متکا آماده کنه از قبل از پسخ اینطوری مثل شاه باشه و و ظرفای طلاییش و ظرفای نقره‌ایش و همشون رو بیاره یه سفره بچینه پس اینم راجع به یه و مرار کورخ و یه چیز دیگه مرغ یا گوشت سرخ شده کباب کباب شده ما شب پسخ نمیخوریم به هیچ چرا که آدم دور از جون اشتباهی نگه که این قربانی پسخه ما شب شب لیل سدر گوشت یا مرغ کباب شده نمیخوریم همونطور هم مرغی که مثلا آدم توی تنور یا توی دیگ حتی گذاشتش توی دیگ بدون مایعات همینطوری کبابش کرده توی دیگه ولی نه روی آتیش نه توی تانور نه, گریل. نه گریل گریل هم نه گریل گریل نکرده توی تنور گذاشتاتش توی دیگ بدون مایات که اینطوری خوب خوب نه شبه لیل هیچ چیز کباب شده روی منقل این چیزا نمیخوریم چرا؟ که آدم اشتباه نکنه با قربانی پسخ قربانی پسخ هم کبابش میکردن روی آتیش میپختنش بنابراین شب صبح پسخ بخور هر روز پسخ کباب کن منقل کن منم یادت نره دعوت کنی اوکی ولی <تصفح> ولی نه شب شب لیلا سدر بعضیا هستن اینو شنیدن گفتن چی همچین چیزی هیچ وقت به عمرمون نشنید والا من ننوشتم این حالا رو حالا <تصفح> خیلی وقته اگه تو نشنیدی نمیخوام بگم ولی کتاب ها... کتابا رو باز نکردی انگار ولی چیزی نیست که من تازه گفتم چیزی که خیلی وقت نوشته شده بنابراین آدم اینا رو متوجه کن متوجه باشه همونطوری هم توی دیس دیس پسخ که یه جایی هست ای 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 اون بشقابه که اسمش از زروع زروع یعنی دست دست چه میگم بازو بازو مه. توی کراه لیل سدر که اون مرغ رو میذاریم زروه بله همین زروه که میذاریم توی دیس لیل سدر آره میگن زورا؟ اوکی حالی پس این زورایی که میذاریم آدم متوجه باشه توی هگده پسخ سه تا قسمت هست که یکیشون هست مسه رو بلند میکنیم میگیم مצה زو شانو اخلیم ال این مצהی که میخوریم چرا و شروع میکنیم توضیح دادن چونکه خمیر پدرانمون پف نکرد و اینا بعدا مرور ز بلند میکنیم میگیم مرور شانو اخلیم ال ما. این مرور رو چرا میخوریم چون که ال شوم که زندگی پدرانمون رو تلخ کردن توی مثلا اوکی بعدا میگیم پسخ شه. پسخ که آدم میگه پسخ چرا میخوریم پسخ چرا میخوریم پسخ این زرا آدم بلند نکنه فقط به چشمش روش نگاه کنه ولی بلند نمیکنیم چرا چون که دور از جون که نه اه... که مثلا نباشه که آدم مثلا این داره اینو قربانی میکنه مثل مثلا که مخصوص قربانیه نه که فکر نکنه این قربان پسخه و ما آدم حساب میشه قربانی مثلا مثلا حساب میشه که قربانی پسخو بیرون از بتمکدش قربانی کرد و میخوره بنابراین وقتی که میگویم پسخ شایی و, و خلی، پسخ فقط روی زراعه نگاه میکنه این یادوری قربانی پسخه ولی قربانی پسخ نیست بنابراین بلندش نمیکنیم زروارو رو بال مرغ ز... میذارن بعضیا بله بعضیا بال مرغ میذارن بله بعضیا یه چیز میذارن اه... بعضی ها اون اه... مایچه،, مایچه پای مرغه رو میذارن اه... ولی اینو کباب میکنن اینو کباب میکنن ولی نمیخورن نمیخورن به هیچ وجه اوکی میشه فردا خوردش پس اینم راجع به اه... این چیزا شیخی هم گفتیم اینم گفتیم اوکی خب وقتمون دیگه گذشت ولی یه چیز دیگه فقط تمام کنیم به ازاد شم کرافس کارپاس کرافس که نه کارپاسه کرافس اوکی کرافس کارپاس که میخوریم پس آدم موازه باشه که از این کارپاسه کرافسه بیشتر از 26 گرام نخوره چرا؟ یا حتی طبق رامبام کمتر از 18 گرام بیشتر از 18 گرام نخوره چرا؟ چون که وقتی که آدم 26 گرم میخوره پس خودشو توی شک میندازه به مخلوکت که آیا باید براخای بعد از غذا گفت بعد از این کرفسه یا نه همه سال اینو داریم که آدم بین کیدوش و هموتسی اگه یه چیزی میخوره بیشتر از 26 گرم پس اینجا یه شک هست مخلوقته که آیا برخای بعد از قضا باید گفت یا برکت امازون که بعدا بعد از هموطی برکت امازون بگیم این شامل این چیزی که الان خوردم مثلا به عنوان مثال مثلا شبت شبت آدم بین کیدوش و هموتی میخواد یه کیک بخوره یه برخای برای میزونات میگه و یه کیک میخوره یه بیسکویت یه چیزی اگه 26 گرم بخوره از این کیک قبل از هموتیه بین کیدوش و, و هموتی پس اگه 26 گرم بخوره پس خودشو میندازه توی شک حالا باید براخای من شلوش علام خیه بگم یا برکت امازون که بعدش بگم شامل اینم هست و نباید بگم براخای بعد از کیک بنابراین هم شبتا بین کیدوش و هموتی هم الان شب لیل سدر آدم بین کیدوش و هیچ چیزی بیشتر از 26 گرم نخوره بعضی ها هستن رسمشونه تخم مرغ میخورن بین کیدوش و میگن یادگاری یادگاری قربانی خگیگا خگیگا اوکی اونا رسمشونه اینایی که رسمشونه ای میخورن تخم مرغ رو بعدن هم براخای برنفاشات میگن اوکی ولی از کرفسه بیشتر از 26 گرم آدم نخوره بگه او چه خوشمزه است که آدمم گرسنه است روز شب پسر آدم زیاد غذا نمیخوره پس نه باش و گفتیم ماتا اینم نگفتیم ماتا شب پسخ یعنی چهارشنبه همه روز از سور خورد چرا که شب مزه ماتا واسش تازه باشه بعضیا اشتباهی فهمیدن که اصلا قبل از پسخ از سور ماتا نه خاخامیم نگفتن اینقدر شدید نگرفتن قبل از پسخ هر وقت میخوای بخور ولی خود روز شب پسخ یعنی چهارشنبه از طول خورشید تا شب مطه نخور یه خورده استراحت بده قبلش میخوای سه شنبه دو شنبه, یک شنبه، مجازه میتونی مطه بخوری ولی شب پسخ چهارشنبه نخور تا شب که جدید باشه واسه آدم برای اینجا یه سوال داریم مرغ یاد تخم میپرسن تخم مرغ واسه چی میخورن بعضیا هستن رسمشونه میخورن واسه اه... واسه یادوری اه... یه قربانی بود اسمش از خگیگا سه تا قربانی می آوردن خگیگا یکیشونه واسه اینکه پسخ و می بایستی آدم یادم وقتی که سیره بخوره پس یه قربانی قبلش میخوردن مثلا اینکه سیر بشن اون وقت پسخ بدن میخوان افیکومن افی این هم اینم هم یه چیز مهمه وای وای گفتم تمام میکنم ولی خب وقت نیست افیکومن نوشته شده که آدم میبایستی نخل على سوا آدم باید سیر باشه وقتی که افیکومانو میخوره ولی چی؟ سیر نه ولی نه از حد یعنی گمارا میگه دو تا آدم هستن افیکومن میخورن یکی میتسوه انجام میده یکی گناه میکنه چرا با آفیکومن خ... آره چرا یکیشون سیره سیره و آفیکومن رو میخوره و عالی عالی ولی دومیه دو زیاده از به عبری اسمش از اخیل گسا یعنی دیگه پوره پوره دیگه تکونم نده الان چیز در دیگه فول تانگ، فول دیگه نخندونین منو نخن جو کسی نگه حالا <applause> پس این زیاده اصلا دیگه جا نداره آفیکومانه رو بخوره و آفیکومنی که میخوره خودشو مجبور میکنه این دیگه گناهه این دیگه خوب نیست این آفیکومانه حساب نمیشه میتوه انجام داده بنابراین توی شلخان اورخ آدم متوجه باشه همه روز گرست نموندی هرچی نمیدونم خوردی نخوردی ولی وقتی که میرسی شب للا شلخان اورخ آدم ای... یواش یواش غذا بخوره بدون متوجه باش که یه وقتایی هست که احساس نمی کنی که داری سیر میشی فقط بعد از اینکه خوردی خورده می بینی پوری الان مفجر میشی آدم یواش یواش بخوره نه با التهاب نه با وای ببین چه مرغی حاضر کرد چه گوشتی چه فوری حمله میکنه به نه یواش غذا خوردن عزیزم فردام هست پس فردام هست چیزی نه ترس فرار نمیکنه ملایم ملایم غذا بخور کسیر بشی ولی نه زیاده از حد پر بشی که آفیکومانه رو بتونی وقتی که سیری و جا داشته باشی واسه آفیکومانه حتی که فقط سی گرامه یا کسی که گفتیم لخمه رو میکنه دوتا متصا بخوره 60 گرم متصا میخوره یکی واسه یادآوری پسخ یکی واسه متصایی که با پسخ میخوردن برای صورت این 60 گرم یا 30 گرم لازم جا داشته باشه بنابراین یعنی آدم خودشو زیاد از حد سیر نکنه پر نکنه سیر ولی نه پر اوکی اینطور بگیم یا یه خورده کمتر از سیر حتی آدم که جا داشته باشه واسه افیکومنه اوکی این هم دیگه این به امید و خدا یادتون نره دوستان عزیز هفته بعد هفته بعد برنامه اوکی. من میتونم اوکی. اوکی پس هفته بعد دوستان عزیز به امید خدا برنامه مخصوص واسه این میتسوه وهیگد تلبین ها داستان های مختلف چیزای جالب که آدم بتونه شب لیل سدر با جوک با خنده با به, به،, دوستان به فامیلش بگه و به امید خدا این شب لیل سدر رو نه،, نه, تا طلوع خورشید وقت نداریم فقط یه ساعت یه ساعت رو بین تو را به امید خدا بگیم آماده کنیم کمکتون میکنیم چیزا با کاغذ و خودکار بیاین که بتونیم آ میتونین تکراری دو اوکی فر نیست میتونین تکراری برنامه رو ببینین پس <تصفح> به امید خدا هفته بعد به همون باشین دوستان عزیز از 6 تا هفت به زمان اسرائیل تو علم شیرین تو را فیسبوک یهودیان ایرانی و تو فیسبوک و اینستاگرام خودم رابی پارتو به انگلیسی همونطور هم به امید خدا برنامه ها رو اپلود میکنیم میذاریم توی کانال تلگراممون اونم رابی پارتو و هم توی کانال سکایپ رابی پارتو به انگلیسی خوش باشین دوستان عزیز کسی که سوالی داشته باشه میتونه هنوز بنویسه و به ازارت به امید خدا ظرف هفته جوابشم میدیم به امید خدا خیلی متشکرم بله اینجا چی؟ مرسی مرسی متشکرم اوکی پس شبتون بخیر خودش تو و به سرود من اشتنا لیله هزه می کل لیلات می کل لیلات چه به خل خامه